ممکنه که خیلی وقت‌ها نیاز داشته باشین از حجم سه‌بعدی‌تون داخل محیط اتوکد خروجی‌های دوبعدی تهیه کنید. سلام، من رنا نیلی هستم و قراره که توی این آموزش با همدیگه یاد بگیریم چه شکلی میتونیم به نماهای مختلف از یک حجم سه‌بعدی که ترسیم کردیم دسترسی داشته باشیم و از اونها خروجی‌های مختلفی رو به صورت دوبعدی تهیه کنیم. پس توی این آموزش همراه ما باشید. برای این کار باید اول از همه محیط کاری نرم افزارمون رو تغییر بدیم. برای همین از قسمت تنظیمات مربوط به ورک اسپیس محیط رو روی حالت 3D مدلینگ قرار میدیم. با تغییر دادن محیط یک سری گزینه‌های جدید در منوی بالای صفحه برای ما ظاهر میشه. در سرورگ هوم و زیر مجموعه قسمت سیکشن اگر روی مثلث پایین روی اون کلیک کنیم میبینیم که یک سری دستورات توی این قسمت وجود دارن و از بین دستورات با کلیک کردن روی دستور فلت چات اون رو فعال میکنیم. البته این کار رو هم میتونیم با تایپ کردن سه حرف اول دستور یعنی F, L و A و زدن این کلید اینتر انجام بدیم. در این مرحله هم منوی فلت چات برای شما به نمایش در میاد که تنظیمات مربوط به بلاکی که قراره از نمای مورد نظر شما تهیه کنه توی این قسمت وجود داره. نیاز به تغییر خاصی در این قسمت نیست، فقط اگه نمیخواید خطهای پشت کار دیده بشه کافیه که تیک گزینه شو رو غیر فعال کنید. در آخر هم کافیه که روی گزینه کرییت کلیک کنید تا برای شما خروجی رو تهیه کنه. توی این مرحله باید محل قرارگیری تصویر رو معرفی کنید. با کلیک کردن روی نقطه مورد نظر دستور برای شما تغییر میکنه و از شما میخواد که مقیاس کارتون رو بهش معرفی کنید که روی حالت پیشورد روی عدد 1 قرار داره و کافیه که کلید اینتر رو بزنید. مجدد دستور برای ما عوض میشه و از ما زاویه چرخش پرسیده میشه که این عدد هم روی حالت پیشورد روی عدد 0 قرار داره و اگه نیاز به تغییرات خاصی ندارین کافیه که توی مرحله هم کلید اینتر رو بزنید و با زدن کلید اینتر هم بلاک نمای مورد نظر ما رو تشکیل میده. برای خروجی گرفتن از نماهای مختلف هم کافیه که توی دید مناسب کارتون قرار بگیرین، دستور فلت شات رو فراخوانی کنین و بعد از معرفی کردن نقطه مورد نظر سه بار کلید اینتر رو بزن و در آخر هم میتونیم به کمک دستور روتیت 3D زاویه نمای دو بعدی تشکیل شده رو تغییر بدیم. امیدوارم که این آموزش هم براتون مفید بوده باشه. موفق باشید.